کتاب نهم، مقدمه مترجم. در ابتدای کتاب دوم، افلاطون از زبان سقراط تقبل نمود که عدل مطلق را با ظلم مطلق مقایسه نموده به ثبوت رساند که عدل به خودی خود و صرف نظر از نتایجی که به دست می‌دهد بر ظلم برتری دارد. در کتاب‌های پنجم تا هفتم طرح حکومت کامل پیشنهادی خود را که عدل در آن حکم فرماست و انسان کامل یعنی فیلسوف حقیقی بر آن حکومت می‌کند بیان نمود. اینک موقع آن رسیده است که چگونگی ظلم را چه در حکومت‌ها و چه در اخلاق فردی نشان دهد. بیان این معنی موضوع کتاب هشتم است. در ابتدای کتاب این بحث پیش می‌آید که بر فرض شهر کامل و حکومت مطلوب به شرحی که سقراط پیشنهاد نمود به وجود آید، از آنجا که همه چیز در معرض فنا است، آن نیز پایدار نخواهد بود. در مقابل این ایراد، سقراط با عباراتی نیم شاعرانه اشاره به یک توافق تقدیری بین دوره زندگی حیوانات و نباتات و ادوار تناوبی اجرام آسمانی می کند و می گوید حاکم فیلسوف که تربیت و تنظیم ازدواجها و توالد و تناسل با او است، ممکن است از درک و اجرای این اصل عاجز ماند و در آن صورت فرزندان ناشایسته‌ای به دنیا خواهند آمد که به خوبی پدر و مادرشان نخواهند بود. از اینجا انحطاط جامعه شروع می شود. اختلاف میان طبقه حاکم بروز می کند و این جریان منجر به انقلاب و تغییر این است که نفس مرد استبداد صفت از نعمت عقل و عدل محروم و جولانگاه آرزوهای سرکش و تباه کننده است که بالمعال انسان را یک باره بنده ذلیل خود می سازد. با حصول این نتیجه زمینه برای مقایسه نهایی بین زندگی عادلانه و زندگی ظالمانه فراهم می گردد. کلیات استدلال سقراط که منتهی به برتری عدل بر ظلم می شود مشتمل بر سه نکته است. اول، زندگی انسان قرین سعادت نمی تواند بود مگر با تحقق سه شرط: آزادی و توانگری و فراغت از ترس. این سه شرط در زندگی فرد استبداد صفت یافت نمی شود، بدین معنی که اولا وی آزاد نیست، زیرا آزاد نه آن کسی است که بتواند به دلخواه خود عمل کند، بلکه آن چنان کسی است که بنده هوا و هوس نباشد و بتواند فرمان قوه عاقله نفس را به کار بندد. ثانیاً وی توانگر نیست بلکه محتاج است، زیرا همواره احتیاج به رفع آرزوهای نفسانی دارد که سیر کردن آنها هرگز ممکن نیست. ثالثاً از آنجا که وی دشمن نوع بشر است، اعتماد به غیر ندارد و همواره حس ترس بر او مستولی است. بنابراین فرد مستبد و ظالم نیکبخت نمیتواند بود و حالان که این شرایط حتمی سعادت در مورد شخص عادل محقق است. دوم، در این باب که کدام یک از انواع زندگانی مطبوع‌تر است، قضاوت صحیح را فقط از فیلسوف میتوان انتظار داشت، زیرا تنها او است که لذایز مربوط به هر سه جزء نفس یعنی شهوت و غیرت و حکمت را چشیده و از روی تجربه و بصیرت درباره آنها میتواند اظهار نظر کند. و حالان که دیگران از لذایز روحی و معنوی یک باره بیخبرند و اگر لذایز موافق با میل خود را ترجیح میدهند، این از نادانی است. سوم، تفاوت عمده‌ای میان لذایز مادی و معنوی وجود دارد به این معنی که لذایز معنوی مطلق و قائم به ذاتند و حالان که لذایز مادی نسبی و مشروطند، زیرا حظی که از آنها به انسان دست می‌دهد حظ حقیقی نیست بلکه خیالی است و منشأ آن آسودگی از رنج قبلی است، مانند لذت خوراک که چیزی جز رفع درد گرسنگی نیست. اما مرد استبداد صفت از لذایز روحی محروم است و در زندگی خود هیچگاه از خوشی‌های حقیقی بهره‌مند نمی‌تواند شد و سعادت فقط نصیب کسانی است که بین قوای نفسانی تعادل برقرار نموده و عدل را پیشه خود ساخته و به فرمان عقل و حکمت زیست کنند. به این ترتیب سقراط ثابت می کند که زندگی مرد عادل از هر حیث و مراتب بهتر از زندگی مرد ظالم است و با یک حساب ریاضی که چندان روشن نیست به این نتیجه می رسد که زندگی عادلانه
729 بار بهتر از زندگی ظالمانه است. چیزی که جالب توجه است این است که در آخر این کتاب افلاطون ظاهراً درباره عملی بودن طرح مدینه فاضله یا جمهوریت خود دچار تردید می شود. بحث در این است که آیا فرد مهذب در سیاست شرکت خواهد کرد یا نه. سقراط در جواب می گوید البته شرکت خواهد کرد، ولی فقط در شهری که متجانس با اخلاق او باشد، یعنی در همان شهر مطلوبی که طی مباحثات قبلی شالوده آن ریخته شده. اما ممکن است اساساً چنین شهری هرگز وجود پیدا نکند. اینجاست که افلاطون از قول سقراط اشاره به نمونه آسمانی شهر مطلوب می کند و می گوید خواه چنین شهر در این عالم پیدا شود و خواه نشود، بر انسان مهذب است که صورت آن را در عالم بالا مشاهده کند و آن را سرمشق رفتار خود قرار دهد. گفتم اینک موضوعی که باقی مانده بحث درباره فرد مستبد است. می‌خواهیم بدانیم که چنین شخص به چه نحو بر اثر تحول از صفت دموکراسی پیدا می‌شود و اخلاق و طرز زندگی وی چگونه است و آیا بدبخت است یا نیکبخت. گفت آری، اکنون موضوع بحث ما همین است. گفتم آیا می‌دانی که ما هنوز چه چیز کم داریم؟ گفت چه چیز؟ گفتم به عقیده من کیفیت و انواع مختلف آرزوها را چنان که باید بیان ننموده ایم و تا این نقص را رفع نکنیم حقیقت مطلب بر ما روشن نخواهد شد. گفت هنوز فرصت داریم که این عیب را چاره کنیم. مگر اینطور نیست؟ گفتم چرا؟ حال درست ملاحظه کن که من از این تجسس در موضوع آرزوها چه منظوری دارم. به عقیده من بعضی از خواهش‌ها و آرزوهای غیر لازم را میتوان نامشروع خواند. شاید وجود اینها در نهاد بشر امری طبیعی باشد، اما میتوان آنها را به حکم قانون و آرزوهای نیکو و نیز به کمک عقل در بعضی نفوس یکباره ریشه کن کرد و یا لااقل از تعدد و قدرت آنها کاست، و حالان که همین آرزوها در افراد دیگر متعددتر و نیرومندترند. گفت مقصودت کدام آرزوهاست؟ گفتم مقصودم آرزوهایی است که وقتی انسان به خواب می رود بیدار می شوند. آنگاه که جزء عاقل و شریف و حاکم نفس انسان به خواب رود، جزء بهیمی و وحشی نفس که از خوردن و آشامیدن سیر شده بنای دست و خیز می گذارد و از خواب گریخته در صدد نیل به آرزوهای خود برمی آید. چنان که می دانی این جزء نفس در چنین حالت و اندازه جسور است که از هیچ چیز باک ندارد، گویی از قید حیا و عقل آزاد و فارغ است. در عالم خیال از مقاربت با مادر یا هر کس دیگر اهم از آدمیزاد و خدا و حیوان استیحاش ندارد. حاضر است دست خود را به خون هر کس بیالاید و از هر غذای حرامی بخورد. خلاصه از هیچ نوع دیوانگی و وقاحت باک ندارد. گفت این عین حقیقت است. گفتم اما به عقیده من کسی که دارای سلامت جسم و عفت نفس باشد، پیش از آن که به خواب رود عقل را بیدار و با اندیشه های نیکو و افکار پسندیده تقویت می کند و به تذکر و توجه باطنی می پردازد. نیروی شهوانی را نه گرسنه می گذارد و نه سیر می کند، تا آرام گیرد و با خوشی یا ناخوشی خود مزاحم جزء شریف نفس نشود، بلکه آن را به حال خود باقی می گذارد، زیرا در این صورت نفس می تواند به تنهایی و بی مزاحمت حواس به تحقیق و تجسس بپردازد و درباره گذشته یا حال یا آینده حقایق را که از آن غافل بوده کشف کند. همچنین نیروی غضب را تسکین می دهد تا آنگاه که به خواب رود دل او از جوش و خروش خشم نسبت به دیگران آسوده باشد. بدین طریق وی پس از آن که این دو نیروی نفس را فرو نشان و جزء سوم را که مقر حکمت است بیدار نمود، سرانجام آماده استراحت می گردد. البته می دانی که در چنین حالت نفس انسان از هر موقع دیگری برای درک حقیقت مستعدتر و از وحشت خوابهای حرام مسونتر است. گفت من با این عقیده کاملا موافق هستم. گفتم در این بحث ما از مرحله دور افتاده ایم، اما نکته ای که در صدد اثبات آن هستیم این است که در هر فردی از افراد بشر، حتی در آن عده قلیلی که دارای ظاهری آراسته هستند، یک نوع آرزوهای سهمگین، وحشیانه و سرکش وجود دارد که انسان به وسیله خواب از آن آگاه می شود. اکنون ببین که آنچه پیش گفتم صحیح است و تو با آن موافق هستی یا نه. گفت بیان تو را تصدیق می کنم. گفتم حال به یاد بیاور که ما مرد دموکرات را چگونه وصف کردیم. بیان ما از این قرار بود که وی در کودکی به دست پدری خسیس پرورش یافته که جز
جلب و نفع شخصی هیچ آرزویی نداشته و خواهش‌های غیر لازم را که هدف آنها تفریح و تجمل است به دیده حقارت می‌نگریسته است. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اما سپس وی با مردمانی خوشگذرانتر همنشین می شود که کمال علاقه را به آن آرزوهایی که اکنون تعریف کردیم دارند و آنگاه چنان از خصت پدر بیزار می گردد که به هر گونه افراد تن در می دهد و روش زندگی دوستان خود را پیش می گیرد. اما با این حال چون فطرت او از فطرت معاشرین فاسدش نیکوتر است، در دل خود کشمکش احساس می کند، چنان که گویی وی را گاه به یک سمت و گاه به سمت مخالف می کشانند تا آنکه سرانجام حد میانه‌ای بین آن دو نوع زندگی انتخاب می کند. بدین طریق از هر دو نوع متمتع می شود، ولی به تصور خود راه اعتدال می پیماید، یعنی روشی را در زندگی خود پیش می گیرد که نه امساک است نه افراد. باری از این راه خصلت اولیگارشی مبدل به خصلت دموکراسی می شود. گفت آری، نظر من هم درباره مردی که موضوع گفتگوی ما است همین بوده و هست. گفتم اکنون فرض کن که این مرد پیر شود و به نوبه خود فرزند جوانش را بر طبق روش زندگی خیش پرورش دهد. گفت چنین فرض کردم. گفتم همچنین فرض کن که این جوان نیز تحت عواملی که در پدرش نفوذ نموده قرار گیرد، یعنی همنشینان فاسد به نام آزادی کامل، وی را به سوی افراد و لجام گسیختگی سوق دهند. باز هم فرض کن که پدر و خیشان وی از آرزوهای اعتدالی حمایت کنند، ولی معاشرین جهت مخالفت را تقویت نمایند. آنگاه که این جادوگران ماهر و مسببین استبداد که هدفشان تسخیر آن جوان است از کلیه وسایل دیگر ناامید شوند، به حیله و نیرنگ عشقی در دل او ایجاد می کنند که سرآمد همه آرزوهای بیهوده و افراطی و گویی یک نوع زنبور نر بالدار و تنومند است. آیا به نظر تو در این گونه اشخاص عشق چیزی غیر از این است؟ گفت نه، همان زنبور بیکار است. گفتم اما بعد آرزوهای دیگر وزوز کنان گرد آن جمع می شود و هنگامی که عطر عود فضا را فرا گرفته و تاج‌های گل و پیاله‌های شراب و همه وسایل طربی که مخصوص مجالس عیش است فراهم می باشد، آنها این زنبور را به حد کمال تغذیه و تقویت می کنند و سرانجام نیش آرزو را در درون وی جای می دهند. سپس این سلطان نفس جنون را یاور و معین خود می سازد و به شرارت می پردازد و اگر در درون نفس افکار و آمالی مشاهده کند که متجانس با خود باشد و یا هنوز مختصر شرم و حیایی در آن باقی یابد، آنها را معدوم می کند و یا از قلمرو خود بیرون می افکند تا آنگاه که اعتدال را یک بار از بیخ براندازد و جنون را جانشین آن سازد. گفت شرحی که درباره طرز پیدایش مرد مستبد بیان کردی کاملا درست است. گفتم لابد به همین علت است که از دیر زمانی عشق را سلطان مستبد خواندند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ ظاهرا همینطور است. گفتم ای دوست عزیز، آیا نمیتوان گفت که آدم مست هم روح استبدادی دارد؟ گفت چرا؟ گفتم مرد بی عقل و دیوانه نیز آهنگ آن میکند که هم بر آدمیزاد و هم بر خدایان حاکم شود و چنین میپندارد که این توانایی در او هست. گفت آری. گفتم پس ای دوست ارجمند، کسی که به حکم طبیعت یا عادت یا هر دو دچار مستی و شهوت و دیوانگی شده باشد کاملا مستعد استبداد است. گفت حقیقتا همینطور است. گفتم پس ظاهرا مرد مستبد بدین طرز پیدا می شود، ولی روش زندگی او چیست؟ گفت جواب من جواب کسی است که معمایی از او بپرسند، یعنی می گوییم خودت بگو. گفتم بسیار خوب، به عقیده من کسی که رب و نوع قهار عشق را در نفس خود به تخت نشاند و او را بر همه حرکات خیش مسلط کند، از آن پس هیچ اندیشه جز عیش و نوش و مصاحبت زنان بدکاره و همه نوع فسخ و فجور نخواهد داشت. گفت ناچار همینطور است. گفتم سپس هر روز و هر شب عشق هزاران آرزوهای مهیب در نفس او ایجاد می کند که خوشنود ساختن آنها بس دشوار است. گفت آری، به راستی آرزوهای زیادی به وجود می آورد. گفتم پس اگر وی درآمدی داشته باشد به زودی تلف خواهد شد. گفت البته. گفتم پس از آن کار او به استقراض می کشد و ناچار از سرمایه خواهد خورد. گفت درست است. گفتم اما آنگاه که دیگر برای او هیچ باقی نمانده باشد، آن دست آرزوهای حریص که در نفس او آشیانه کرده اند بنای جوش و خروش می گذارند و خود او نیز از زخم نیش آرزوها و مخصوصا عشق که سرور و سرکرده همه آرزوهای دیگر است، دیوانوار به این سو و آن سو می دود و به هر سمت می نگرد تا شاید صاحب مالی را پیدا کند و در صورت امکان یا به وسیله اقفال یا به جمع
جبر مال او را تصاحب کند. آیا اینطور نیست؟ گفت یقینا همینطور است. گفتم پس وی ناگزیر است از هر گوشه چیزی به تاراج برد تا گرفتار رنج و مشقت نگردد. گفت درست است. گفتم همانطور که آرزوهای تازه‌ای که در او پیدا شدند جای آرزوهای پیشین را گرفته و حق آنها را غصب نموده‌اند، همانطور وی نیز با آنکه جوان است آهنگ آن می‌کند که بر پدر و مادر خیش برتری یابد، تا آنگاه که میراث خود را به باد داد مال آنها را غصب کند و با دارایی پدری اسراف روا دارد. گفت البته همینطور خواهد شد. گفتم اما اگر پدر و مادر به میل او تسلیم نشوند، آیا نه این است که وی اول متوسل به خود او نیرنگ خواهد شد؟ گفت چرا؟ گفتم سپس اگر از این راه کامیاب نشود زور به کار خواهد بود تا دارایی آنان را از دستشان بیرون آورد. گفت به گمان من همچنین خواهد شد. گفتم اما ای دوست ارجمند، آنگاه اگر پدر و مادر پیر او ایستادگی کنند و با او به کشمکش بپردازند، آیا وی پروای حال آنان را خواهد داشت و از هر گونه تعدی و تجاوز نسبت به آنان خودداری خواهد کرد؟ گفت فکر من برای پدر و مادر یک چنین کس هیچ آسوده نیست. گفتم اما ای آدیمانتوس، تو را به زئوس سوگند بگو ببینم، اگر این شخص دلباخته معشوقه ای شود که تازه با او آشنا شده و هیچ وظیفه ای نسبت به او نداشته باشد، آیا ممکن است به خاطر او دست به روی مادر خود که مونس قدیمی او است و او را به دنیا آورده بلند کند؟ و یا اگر عاشق جوان زیبایی شود که دوست یک روزه است و علقه‌ای بین آنان وجود ندارد، آیا ممکن است دست بر روی پدر پیر و پژمرده خود که به حکم طبیعت قدیمی ترین دوست اوست بلند کند؟ آیا ممکن است آن معشوق یا معشوقه را به خانه آورده و پدر و مادر خود را به عنف وادار نماید که خدمتگزار وی شوند؟ گفت به یقین همین کارها را خواهد کرد. گفتم پس ظاهرا این موهبتی است آسمانی که انسان فرزندی استبداد صفت به دنیا آورد. گفت آری سعادت بزرگی است. گفتم و اما آنگاه که دارایی پدر و مادر تمام شود و هجوم خواهش‌های نفسانی شدت یابد، چنین شخص اول سعی خواهد نمود که دیوار خانه دیگران را بشکافد، سپس دیرگاه در تاریکی شب در کمین رهگذران می ایستد تا لباده آنان را برباید و سرانجام در صدد غارت معابد برمی آید. ضمناً آن معتقدات پیشین هم که وی از کودکی درباره ثواب و خطا داشته و آنها را درست میپنداشته است، در مقابل هجوم افکار نورسیده که در رکاب عشق جولان گرفته و تسلط یافتند، سر تسلیم فرود میآورند. این افکار مادام که وی قانونشناس و مطیع پدر بود و دموکراسی بر روح او حکومت میکرد، فقط هنگام خواب و به صورت رویا جولان میگرفتند. اما اکنون که وی اسیر چنگال عشق گردید، صفتی که قبلا گاه گاه آن هم هنگام خواب جلوه‌گر می شد، یک باره به صورت صفت همیشگی و حالت بیداری وی در می آید و وی دیگر از قتل نفس و خوردن غذاهای حرام و ارتکاب انواع معاصی باکی نخواهد داشت، زیرا عشق در کمال استبداد بر نفس او مسلط است و این یگانه امر مطلق و مظهر نافرمانی و اینان گسیختگی مانند سلطان جابری که بر کشوری حکومت کند، زمامدار نفس کسی که به وی جای داده است می شود و او را جسور می گرداند تا به هر کاری دست زند و قضای عشق و همراهان هرزه آن را فراهم کند، زیرا بدین ترتیب هم خواهش های بیگانه که بر اثر مجالست همنشین بد از خارج وارد نفس شده اند و هم خواهش های بومی نفس که از همان نوع اند و زنجیر خود را گسیخته و از قید اسارت آزادی یافته اند تقویت می گردند. آیا وصف زندگی مردی که موضوع بحث ما است غیر از این است؟ گفت نه، درست همین است. گفتم حال اگر در شهری شماره این گونه نفوذ کم باشد و بقیه اهالی مردمانی معقول و منظم باشند، اینان از آن شهر رخت بربسته به خدمت حاکم مستبد دیگری در می آیند، و یا اگر در کشور دیگری جنگ باشد آنجا سرباز مزدور می شوند، و اما اگر همه جا صلح و آرامش برقرار باشد، در آن صورت در شهر خود می مانند و به ارتکاب جرایم کوچک می پردازند. گفت منظورت چه جرایمی است؟ گفتم مثلا دزدی می کنند، دیوار خانه مردم را می شکافند، جیب رهگذران را می برند و یا لباس آنها را می رو بایند، معابد را غارت می کنند، مردمان آزاد را به عنوان غلام می فروشند، اگر زبانشان روان باشد خبرچین می شوند، گواهی دروغ می دهند و با گرفتن رشوه کارهای ناروا می کنند. گفت پس تو می خواهی بگویی که اگر شماره این گونه مردمان
کم باشد اینها جرایم کوچکی است. گفتم آری، مفاسد کوچک نسبت به مفاسد بزرگ کوچکند. همه این جرم ها اگر با استبداد و عواقع آن، یعنی تباهی و بدبختی کشور مقایسه شوند، به اصطلاح به گرد آن هم نمی رسند. اما اگر در شهری شماره این گونه نفوس زیاد باشد و بسیاری مردم دیگر هم به آنها بپیوندند، آنگاه اینان متوجه می شوند که عده آنها زیاد است و از سفاهت توده مردم استفاده نموده، حاکم مستبدی را به کرسی حکومت می نشانند و وی البته بیش از همه آنها استبداد مطلق و کامل را در نفوس خیش پرورانده است. گفت البته وی در استبداد سرآمد همه آنها است. گفتم آنگاه مردم یا بی هیچ مقاومت تسلیم می شوند و یا ایستادگی می کنند، که در این صورت آن حاکم مستبد همانطور که در گذشته پدر و مادر خود را رنج می داد، اینک نیز اگر بتواند میهن خود را مجازات خواهد کرد، بدین معنی که یک دسته پیروان تازه به شهر می آورد و به قول ما سرزمین پدری یا به قول اهالی کرد سرزمین مادری خود را که پیش چون جان عزیز می داشت تسلیم آنان می کند و آن را در قید اسارت نگاه می دارد. عاقبت خواهش های نفسانی این شخص این است. گفت آری، همین است. گفتم این اشخاص پیش از آن که به حکومت رسند، صفاتی که در زندگی خصوصی از خود نشان می دهند از این قرار است. هم نشینان خود را از میان کسانی انتخاب می کنند که از آنها تملق گویند و برای خوشامد آنان هر گونه خدمتی انجام دهند. هرگاه محتاج به کسی شوند، خود را در مقابل او خوار و ذلیل می کنند و به هر صورتی در می آیند تا خود را نسبت به او صمیمی نشان دهند، ولی به محض آنکه منظورشان حاصل شود از او روی می گردانند. گفت راست است. گفتم اینان در همه زندگی خود هیچگاه دوست کسی نیستند، بلکه همیشه یا مالک اینند یا بنده آن. در حقیقت طبع استبدادی طعم آزادی و دوستی واقعی را هرگز نمی تواند چشید. گفت همینطور است. گفتم پس آیا ما حق داریم که اینان را مردم بیوفا بخوانیم؟ گفت البته. گفتم همچنین اگر تعریفی که قبلا درباره کیفیت ادارت پیدا کردیم درست باشد، می توانیم بگوییم که اینها به منتهای درجه ظالمند. گفت آن تعریف ما به یقین درست بود. گفتم پس به طور خلاصه می توان گفت که بدترین فرد بشر کسی است که حالاتی که دیدیم در خواب بر انسان مستولی می شود، در وی هنگام بیداری و به صورت حقیقی بروز کند. گفت آری. گفتم این وصف کسی است که طبیعتاً دارای خصلت استبدادی بوده و به زمامداری مطلق رسیده باشد و هرچه شخص بیشتر عمل به استبداد کند، این وصف بیشتر درباره وی صادق می آید. اینجا گلاکون به نوبه خود وارد صحبت شد. گفت ناچار همینطور است. گفتم آیا نمی توان گفت که کسی که صفت بدترین فرد بشری را در رفتار او ظاهر می شود، بی تردید بدبخت‌ترین فرد است و آن کسی که زمامداری استبدادی وی طولانی تر و بیشتر قرین کامیابی باشد، بدبختی وی بیشتر و تمامتر است؟ این حقیقت امر است، هرچند مردم در این باب عقاید مختلف دارند. گفت به یقین همینطور است که میگویی. گفتم فرد استبداد صفت قرینه حکومت استبدادی است، همانطور که فرد دموکرات قرینه حکومت دموکراسی است و قص الهازا. آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اگر حکومتی را با حکومت دیگر از لحاظ فضیلت و سعادت مقایسه کنیم، همان مقایسه را نیز بین دو فرد میتوان کرد. آیا اینطور نیست؟ گفت البته همینطور است. گفتم بین حکومت استبدادی و حکومت پادشاهی که در مرتبه اول تعریف کردیم از لحاظ فضیلت چه نسبتی هست؟ گفت این دو درست نقطه مقابل یکدیگرند، زیرا یکی بهترین نوع و دیگری بدترین نوع حکومت هاست. گفتم از تو نپرسیدم که کدام یک بهتر و کدام یک بدتر است، زیرا این واضح است. میخواهم بدانم آیا به عقیده تو آن که بهتر است خوشبختر و آن که بدتر است بدبختر هم هست، یا در این باب نظر دیگری داری؟ البته ما نباید فقط به شخص حاکم مستبد و یا ندیمان و اطرافیان وی چشم بدوزیم، زیرا حاکم یک فرد بیش نیست و اطرافیان او هم عده قلیلی هستند، بلکه ما باید به داخل شهر برویم و آن را کاملا مشاهده نماییم و در هر گوشه رخنه کنیم و هر چیزی را ببینیم تا آنگاه بتوانیم نظری اظهار کنیم. گفت سوالی که کردی بجاست. این بر همه کس واضح است که شهری بدبخت‌تر از آنکه تابع حکومت استبداد یا خوشبخت‌تر از آنکه تحت حکومت پادشاهی است وجود ندارد. گفتم پس حق این است که ما در قضاوت نسبت به اشخاص هم همین احتیاطات را لازم شماریم و تنها به کسانی اجازه چنین قضاوت دهیم که به قوه ادراک بتوانند به احوال درونی افراد پی ببرند و
سر اخلاق آنان را دریابند و مانند کودکان که چیزی جز ظاهر نمی توانند دید، فریفته فر و شکوه حکام مستبد که منظورشان خیره کردن توده مردم است نشوند، بلکه بتوانند به باطن نفوس راه یابند. بنابراین نظر من این است که ما تنها باید به سخن کسی گوش کنیم که اولا قادر به قضاوت باشد و سپس با حاکم مستبد در یک خانه زیست کرده و زندگی خانوادگی او را دیده و رفتار او را با اهل خانه مشاهده نموده باشد. پرانتز باز، زیرا فقط در آن محیط است که وی پرده تصنع از چهره بر می دارد و حقیقت خود را ظاهر می کند. پرانتز بسته. و نیز در لحظات خطر عمومی مراقب احوال وی بوده باشد. می خواهم از کسی که همه این احوال را مشاهده کرده باشد تمنا کنم که در باب نیکبختی یا بدبختی حکام مستبد با مقایسه با احوال مردم دیگر قضاوت کند. آیا این روش خطاست؟ گفت نه، اینجا هم نظر تو عین صواب است. گفتم چطور است ما چنین وانمود کنیم که خود از آن کسانی هستیم که قادر به قضاوت می باشند و با حکام مطلق زیست کرده اند تا بدین ترتیب مخاطبی داشته باشیم که به سوالات ما جواب گوید؟ گفت آری، این فکر را می پسندم. گفتم پس بیا از این طریق پیش رویم. اگر تو به خاطر داشته باشی که ما صفات حکومت را نظیر صفات فرد دانستیم، نکته به نکته درباره شباهت آنها بحث خواهیم کرد و تو خواهی گفت که وضع هر یک از آنها از چه قرار است. گفت از چه حیث؟ گفتم بیا از یک شهر آغاز کنیم. آیا به عقیده تو شهری که تحت حکومت استبدادی باشد آزاد است یا اسیر؟ گفت به تمام معنی اسیر است. گفتم اما با این حال در آن شهر هم طبقه مالک یافت می شود و هم طبقه مردان آزاد. گفت آری، اما شماره آنها کم است. تقریبا همه اهالی شهر و مسلما شریفترین نفوس به وضع بردگی تنزل نموده و دچار زبونی و بیچارگی می باشند. گفتم پس اگر کیفیت فرد را شبیه کیفیت شهر بدانیم، قهرن حال فرد نیز از همین قرار است، بدین معنی که عبودیت و ذلت محض روح او را فرا گرفته و شریفترین جزء نفس وی دچار بندگی گردیده و جزء کوچکی که همانا جزء فاسد و شریر باشد بر نفس وی حکومت و تسلط یافته است. گفت آری، این قهری است. گفتم به عقیده تو یک چنین نفس آزاد است یا اسیر؟ گفت به یقین اسیر است. گفتم آیا شهری که اسیر و محکوم حاکم مستبد باشد میتواند به دلخواه خود عمل کند؟ گفت ابدا. گفتم از همین قرار نفسی هم که اسیر صفت استبداد باشد نمیتواند به دلخواه خود، یعنی به دلخواه نفس من حیث المجموع عمل کند، بلکه نیش آرزوی وی را همواره به این سو و آن سو میکشاند و بنابراین وی همیشه دچار پریشانی و پشیمانی است. گفت آری، جز این نمیتواند بود. گفتم آیا شهری که تحت حکومت استبداد است توانگر است یا فقیر؟ گفت فقیر است. گفتم پس نفسی هم که اسیر استبداد باشد ناچار همیشه فقیر و گرسنه است. گفت راست است. گفتم این نیز قهری است که چنین شهر و چنین فرد باید اسیر ترس باشند. آیا اینطور نیست؟ گفت ناچار همینطور است. گفتم آیا به گمان تو میتوان شهری پیدا کرد که بیش از این شهر گریه و زاری و ناله و رنج در آن یافت شود؟ گفت ابدا. گفتم آیا همین حالات را در هیچ کس بیش از آن اندازه که در فرد استبداد صفت و بنده آرزو و شهوت یافت می شود سراغ داری؟ گفت به هیچ وجه. گفتم اما به نظر من اینکه تو در میان همه شهرها این یک را از همه بدبخت‌تر دانستی به مناسبت همین معایب و نظایر آن بود. گفت مگر حق با من نبود؟ گفتم چرا، اما اگر تو همین معایب را در فرد استبداد صفت مشاهده کنی درباره وی چه میگویی؟ گفت چنین میپندارم که وی از همه مردم دیگر بسی بدبخت‌تر است. گفتم اینجا دیگر حق با تو نبود. گفت چطور؟ گفتم به نظر من بدبخت‌ترین مرد او نیست. گفت پس کیست؟ گفتم شاید این مرد که میگوییم به نظر تو از او بدبخت‌تر باشد. گفت کدام مرد؟ گفتم آن کسی که دارای طبیعت استبدادی باشد و نتواند عمر خود را در انزوا به سر برد، بلکه بر اثر تصادف سوء به مقام زمامداری استبدادی رسد. گفت از آنچه پیش گفتیم حدس می‌زنم که حق با توست. گفتم آری، اما در یک چنین امری حدس مورد ندارد، بلکه باید مطلب را به طریقی که موافقت نمودیم با کمال دقت بسنجیم، زیرا موضوع بحث ما مهمترین مسائل یعنی موجبات سعادت یا تیره‌بختی است. گفت همین طور است که می‌گویی. گفتم اکنون ملاحظه کن که این طرز استدلال مرا می‌پسندی یا نه. به نظر من ما می توانیم موضوع بحث خود را با یک مثال روشن کنیم. گفت آن مثال کدام است؟ گفتم مثال مردمان توانگری است که در شهر عده زیادی غلام دارند و
وجه شباهت اینان با حکام مستبد این است که عده نفوس زیر فرمان آنها هستند. فرقی که هست از حیث تعداد است که البته از این حیث سبقت با حکام است. گفت همینطور است. گفتم البته میدانی که این مردمان با آسایش خاطر زندگی میکنند و از غلامان خود هیچ ترسی ندارند. گفت چه ترسی ممکن بود از آنها داشته باشند؟ گفتم هیچ. اما آیا هیچ میدانی به چه دلیل؟ گفت آری، دلیلش این است که همه شهر آماده حمایت هر یک از افراد است. گفتم خوب گفتی. اکنون چنین فرض کنیم که یکی از خدایان مردی را که دارای 50 غلام یا بیشتر است از شهر برداشته و با زن و فرزندان و دارایی و بندگانش به بیابانی انتقال دهد که آنجا هیچ مردمان آزادی وجود نداشته باشند که به او یاری توانند نمود. اینک ملاحظه کن که وی تا چه حد همیشه دچار وحشت و ترس خواهد بود که مبادا غلامانش خود و فرزندان و زنش را به قتل رسانند. گفت آری، از ترس جانش به لب خواهد رسید. گفتم کارش به جایی خواهد کشید که تملق بعضی از غلامان خیش گوید و آنها را به زور و وعده و نوید با خود همراه سازد و برخلاف میل خیش آنان را آزاد کند و خلاصه تملق گوی بندگان خود شود. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است، زیرا اگر جز این کند جانش تباه است. گفتم حال اگر همان خدا باعث شود که جمع کثیری گرداگرد خانه آن شخص اقامت گزینند و اینان سیادت یک فرد بشر را بر افراد دیگر به هیچ رو قابل تحمل ندانند و مصمم باشند که هر کس آهنگ چنین سیادتی کند وی را به شدیدترین نحو کیفر دهند، در آن صورت وضع آن شخص چگونه خواهد بود؟ گفت اگر بدین ترتیب از هر سو دشمنان وی را احاطه کنند و ناظر احوال او باشند، به عقیده من وضع او به مراتب بدتر خواهد بود. گفتم آن حاکم مطلق که غریزه او را بیان نمودیم و دیدیم که نفس وی دستخوش همه گونه ترس و هوا و هوس است و در حقیقت در یک چنین زندانی محبوس است، در میان همه مردم شهر تنها اوست که با همه اشتیاقی که به جهانگردی دارد به هیچ سو سفر نمیتواند کرد و از تماشای آنچه مردمان آزاد از آن لذت میبرند محروم است. قسمت اعظم زندگی خود را مانند زنان در گوشه خانه به سر میبرد و به حال مردم دیگر شهر که میتوانند سفر کنند و از تماشای دیدنی ها محظوظ شوند غبطه میخورد. گفت همینطور است. گفتم اما آن کس که بر نفس خیش مسلط نیست، یعنی آن مرد استبداد صفت که همکنون تو او را از همه مردمان بیچاره تار دانستی، اگر به جای آنکه عمر خود را دور از سیاست به سر برد به حکم تقدیر به مقام زمامداری مطلق برسد و با آنکه از حکومت بر نفس خود عاجز است آهنگ حکومت بر دیگران کند، آنگاه بیچارگی او چندین بار بیشتر خواهد شد. مثال وی مثال بیمار ناتوان و زمینگیری است که به جای آنکه خانه‌نشین باشد عمر خود را به حکم اجبار در میدان کشتیگیری و مسابقه با ورزشکاران بگذراند. گفت ای سقراط، الحق مثالی که آوردی بسیار به جا بود. گفتم پس ای گلاکون عزیز، این شخص به منتهای درجه بدبخت است و چون به مقام زمامداری مطلق رسیده است، روزگارش حتی از روزگار آن کس هم که تو و او را از همه مردمان بیچاره تر دانستی سیاه تر است. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم پس عقیده دیگران هرچه باشد، حقیقت امر این است که حاکم مستبد به معنی واقعی کلمه بنده است. بنده ذلیل و عبد و عبید و تملق‌گوی پست‌ترین مردمان است. از نیل به آرزوهای خود محروم است و در نظر صاحبان بصیرت که باطن او پی توانند برد، فی الحقیقه محتاج و فقیر است. عمر خود را در وحشت دائم به سر می‌برد و همواره از درد و رنج متشنج است. آری، اگر صفات او را شبیه صفات حکومتی که در رأس آن قرار دارد بدانیم، حال او از این قرار است و گویا این شباهت محقق باشد. گفت آری محقق است. گفتم اما از اینها گذشته معایب دیگری را هم که پیش از این ذکر کردیم باید به او نسبت دهیم و آن این است که وی در نتیجه کسب قدرت هر روز بیش از روز پیش حسود و بیوفا و ستمگر و بیکس و خدا نشناس و مشوق و مروج همه گونه رذایل می گردد. باری وی در نتیجه این احوال هم خود از همه کس بدبختر است و هم موجب بدبختی نزدیکان خیش می شود. گفت هیچ خردمندی منکر این سخن نمی تواند شد. گفتم اکنون هنگام آن فرا رسیده است که همینطور که داور پس از تماشای مسابقه نهایی رأی خود را اظهار می کند، تو هم قضاوت کنی که از این 5 نوع اخلاق که ذکر کردیم، یعنی اخلاق پادشاهی، تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی و استبداد، کدام یک از نظر
نیل به سعادت در مرتبه اول است، کدام در مرتبه دوم و همچنین تا آخر. گفت قضاوت این امر آسان است. به عقیده من ترتیب تقدم و تأخر آنها از نظر خوبی و بدی یا سعادت و ضد آن درست همان ترتیب ظاهر شدن آنهاست که مانند دسته های خوانندگان یکی بعد از دیگری وارد صحنه نمایش شدند. گفتم اکنون آیا لازم است جارچی اجیر کنیم یا بهتر است من خود قضاوت پسر آریستن را اعلان کنم که سعادت کامل نصیب بهترین و عادلترین نفوس است، یعنی کسانی که دارای اخلاق شاهانه بوده و سلطان نفس خیش باشند، و حالان که بدترین و ظالمترین نفوس یعنی کسانی که دارای اخلاق استبداد بوده و بر نفس و کشور خود مستبدانه حکومت می کنند بهره جز شقاوت ندارند. گفت اگر تو این را اعلان کنی کافی است. گفتم آیا می توانم این نکته را هم اعلان به اعلان خود بیفزایم که خواه حقیقت حال این نفوس بر خدایان و مردمان معلوم و خواه پوشیده باشد، حکم آنان در هر صورت همان است که گفتیم. گفت آری این را هم اضافه کن. گفتم بسیار خوب، پس این یک مطلب به ثبوت رسید. اکنون مطلب دوم را بیان می کنم، ببین آن را صحیح می دانی یا نه. گفت آن چیست؟ گفتم اگر چنین قائل شدیم که همانطور که شهر از سه قسمت ترکیب یافته، نفس هر فرد نیز دارای سه جزء است، به نظر من از این مطلب نتیجه تازه‌ای می توانیم گرفت. گفت چه نتیجه‌ای؟ گفتم آن نتیجه این است، از آنجا که سه جزء قائل شدیم، سه نوع خوشی هم هست که هر یک با یکی از آن اجزا تطبیق می کند و از همین قرار آرزوها و اصول حکومت بر نفس نیز بر سه نوع است. گفت منظور چیست؟ گفتم ما تصدیق نمودیم که در انسان یک قوه ادراک هست و یک قوه غیرت، و اما قوه سوم به اندازه اشکال مختلف دارد که نتوانستیم برای آن نام واحد و مناسبی پیدا کنیم، بلکه نام مهمترین و قویترین جزء آن را برای مجموع قائل شدیم، یعنی آن را به علت تمایل شدیدی که انسان را به خوردنی و آشامیدنی و شهوت و نظایر آن سوق می‌دهد قوه آرزو خواندیم، و از آنجایی که برآوردن این نوع آرزوها معمولاً به کمک پول میسر می‌گردد، صفت پول دوست را هم به این جزء نفس اطلاق کردیم. گفت حق هم با ما بود. گفتم پس اگر اضافه کنیم که عشق و علاقه این قوه منحصر به جلب نفع است، و چه تسمیه‌ای به دست می‌آوریم که متکی به نکته مهمی است و هر بار که از این قوه نفس سخنگویی مقصود را به خوبی درک می‌توانیم کرد. به این ترتیب اگر صفت پول دوست و نفع دوست را به این قوه نسبت دهیم، اسم با مسمایی بر آن گذاشته ایم. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا، عقیده من نیز همین است. گفتم اما قوه غیرت همواره با کمال جد و جهد در جستجوی سیادت و پیروزی و شهرت است. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم پس اگر آن را قوه پیروزی خواه و افتخار طلب بخوانیم، این هم اسمی است با مسما. گفت بسیار درست است. گفتم و اما قوه ادراک، بر هیچ کس پوشیده نیست که این قوه لاینقطع و با تمام توانایی خود در پی درک حقیقت است، و از سه قوهی که ذکر کردیم این یک کمتر خواهان پول افتخار است. گفت البته. گفتم پس اگر آن را دانش‌پژوه و حکمت‌خواه بخوانیم، نام مناسبی بر آن نهاده‌ایم. گفت بیشک همینطور است. گفتم بعضی اشخاص به قوه ادراک بر نفس خیش حکومت می‌کنند و بعضی به یکی از دو قوه دیگر که بر حسب اتفاق بر دیگری فایق آید. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم به همین دلیل هم هست که مردم از سه طبقه هم. یا فیلسوف، یا جاه طلب و یا منفعت پرست. گفت راست است. گفتم همچنین سه نوع لذت نیز هست که هر یک با یکی از آن صفات تطبیق می کند. گفت آری. گفتم حال اگر تو از این سه نفر جداگانه سوال کنی که از این سه نوع زندگی که ذکر کردیم کدام یک مطبوع تر است، به یقین هر یک از آنها روش زندگی خود را خواهد ستود. آن یک که جویای نفع است خواهد گفت که لذت افتخارات و علم در مقابل لذت نفع هیچ است، مگر آنکه پول از آن به دست آید. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم جاه طلب هم حالش از همین قرار است، یعنی لذت جمع‌آوری مال را به دیده حقارت می‌نگرد و لذت علم را لذتی پوچ و واهی می‌داند، مگر آنکه منتج به کسب افتخار شود. آیا غیر از این است؟ گفت نه، همینطور است. گفتم اما فیلسوف لذایذ دیگر را در مقابل لذت وصول به حقیقت و ثبات قدم در این راه ناچیز می شمارد، بلکه اساساً آن را قابل مقایسه با این لذت ندانسته، نام لذایذ اضطراری بر آنها
می نهد، زیرا اگر اضطراری در کار نبود وی با این لذایع سر و کاری نمی داشت. گفت یقینا همینطور است که می گویی. گفتم از آنجایی که بحث ما درباره اقسام خوشی‌ها و انواع زندگی مردمان از آن جهت نیست که زشت را از زیبا یا بد را از خوب تمیز دهیم، بلکه فقط برای آن است که بدانیم کدام نوع مطبوع‌تر و از رنج و اندوه دورتر است، چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که سخن کدام یک از این سه نفر بیشتر مقرون به حقیقت است. گفت نمی‌توانم جواب دهم. گفتم بیا موضوع را بدین طریق در نظر گیریم. برای حسن قضاوت چه صفاتی لازم است؟ آیا این صفات عبارت از تجربه و بصیرت و استدلال نیست؟ آیا محکی بهتر از این برای قضاوت سراغ داری؟ گفت نه. گفتم حال ملاحظه کن از این سه نفر کدام یک تجربهش درباره همه لذایذی که ذکر کردیم بیشتر است؟ آیا به عقیده تو مرد منفعت پرست اگر در صدد شناختن حقیقت مجرد برایت، تجربهش در باره لذت علم بیش از تجربه ایست که فیلسوف در باره لذت جلب منفعت دارد؟ گفت ابدا، زیرا فیلسوف به حکم اجبار از کودکی آن دو لذت دیگر را چشیده است و حالان که مرد منفعت پرست اگر در صدد شناختن حقایق برایت، نمیتوان گفت که حتما شیرینی این لذت را درک و این تجربه را حاصل خواهد کرد. حتی به عقیده من هر قدر هم در این باب جد و جهد کند، اساساً این کار برای او دشوار است. گفتم پس فیلسوف از حیث تجربه این لذایذ بسی بر مرد منفعت پرست برتری دارد. گفت آری. گفتم از نظر مقایسه با مرد جاه طلب چه میگویی؟ آیا فیلسوف تجربهش در باب لذت افتخارات کمتر از تجربه است که مرد جاه طلب از لذت فلسفه دارد؟ گفت نه، افتخار چیزی است که نصیب همه آنها می شود، به شرط آنکه هر یک از آنها به هدف خیش برسند، زیرا هم مرد تمانگر، هم مرد دلیر و هم مرد حکیم هر سه از تجلیل جامعه مردم بهره‌مند می شوند و بنابراین همه آنها لذت افتخارات را می چشند. و حالان که لذت وصول به حقیقت وجود را جز فیلسوف احدی درک نمی‌تواند کرد. گفتم بنابراین از جهت شرط تجربه وی از میان سه نفری که ذکر کردیم صلاحیت قضاوت را بیشتر دارد. گفت بسیار بیشتر. گفتم همچنین تنها اوست که بصیرت را با تجربه توأم می‌کند. گفت البته. گفتم اما آن قوه‌ای که وسیله حتمی قضاوت است نه از آن مرد منفعت پرست است نه از آن مرد جاه طلب، بلکه مخصوص فیلسوف است. گفت آن وسیله کدام است؟ گفتم البته استدلال است. مگر ما نگفتیم که قضاوت بی‌واسطه استدلال ممکن نیست؟ گفت چرا؟ گفتم مگر استدلال وسیله مخصوص فیلسوف نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اگر حس قضاوت منوط به تمول و منفعت بود، در آن صورت قضاوت مرد منفعت پرست درباره حسن و قبح صحیح ترین قضاوت می بود. گفت البته. گفتم و یا اگر قضاوت به وسیله افتخارات و پیروزی و شجاعت میسر می شد، قضاوت مرد جاه طلب و پیروزی خواه درباره حسن و قبح بهترین قضاوت ها بود. گفت واضح است. گفتم اما از آنجایی که قضاوت به وسیله تجربه و بصیرت و استدلال صورت می گیرد چه باید گفت؟ گفت ناچار باید تصدیق کنیم که فیلسوف و دوست استدلال هرچه را به ستایت در واقع همان قابل ستایش است. گفتم پس از این سه لذت مطبوع ترین آنها لذتی است که به جزء حکمت دوست نفس دست می دهد و مطبوع ترین زندگانی هم زندگانی آن کسی است که همین جزء بر نفس او حکومت کند. گفت جز این نمیتواند بود، زیرا قضاوت مرد حکیم درست است و به زندگی خود را میستاید. گفتم این قاضی کدام نوع زندگی و کدام قسمت لذت را در مرتبه دوم قرار میدهد؟ گفت البته لذت مرد جنگی و جاه طلب، زیرا این لذت از لذت مرد منفعت پرست به تبع وی نزدیکتر است. گفتم پس ظاهرا لذت مرد منفعت پرست در درجه آخر است. گفت بیشک همینطور است. گفتم پس این مرتبه دوم بود که مطلب به ثبوت رسید و دوبار عادل بر ظالم پیروزی یافت. اینک برای پیروزی سوم باید به رسم ورزشکاران اولمپ از زئوس خدای نجات دهنده خدای اولمپ کمک بخواهیم. در اینجا زیر نویس دارم. رسم یونانیان چنین بود که در جشن‌های ملی و دینی چند ساغر شراب نیاز خدایان می‌کردند و معمولاً ساغر سوم نیاز زئوس می‌شد. ادامه مطلب. متوجه باش که در مقابل لذت مرد حکیم، لذت دیگران نه حقیقی است نه پاک، بلکه به طوری که یک وقت از حکیمی شنیدم سایه‌ای بیش نیست و اگر چنین باشد بزرگترین سقوط و سقوط حتمی ظالم همینجا است.
گفت آری، اما مقصودت را بیان کن. گفتم اگر تو به من کمک کنی و مطابق سوالات من جواب بدهی، موضوع را برای تو روشن خواهم نمود. گفت پس سوال کن. گفتم بگو ببینم، آیا ما نمیگوییم که رنج عکس لذت است؟ گفت چرا؟ گفتم همچنین حالتی است که نه احساس لذت دارد نه احساس رنج. آیا میتوان چنین گفت؟ گفت البته. گفتم این حالتی است درست میان آن دو، یعنی هم از این یک و هم از آن یک به یک اندازه دور است و یک نوع آسایش روح است از هر دوی آنها. آیا به نظر تو نیز همین طور است؟ گفت آری. گفتم اکنون آیا به خاطر داری که بیماران وقتی رنج میکشند چه میگویند؟ گفت چه میگویند؟ گفتن میگویند هیچ چیز مطبوعتر از تندرستی نیست، ولیکن پیش از آن که بیمار شوند هرگز متوجه نشده بودند که سلامت بزرگترین نعمت است. گفت آره، این را به خاطر دارم. گفتم هیچ همچنین کسانی که درد شدیدی احساس میکنند میگویند هیچ چیز دلپذیرتر از آن نیست که درد انسان قطع شود. آیا این را نشنیدی؟ گفت چرا، شنیدم. گفتم گمان میکنم در بسیاری موارد دیگر هم ملاحظه نموده باشی که انسان وقتی درد میکشد بزرگترین نعمت را آرام گرفتن آن درد و برگشت آسایش میداند، نه درک خوشیها. گفت آری، علتش هم این است که در آن دقایق حصول یک چنین آسایش خود نوعی لذت و خوشی است. گفتم به همین ترتیب وقتی احساس لذت هم قطع شود، قطع لذت خود نوعی رنج است. گفت شاید. گفتم از این قرار هم حالت آسایش و فراغت که ما آن را لحظه پیش کیفیتی میان رنج و لذت دانستیم، اکنون باید آن را عین لذت و عین رنج بدانیم. گفت چنین به نظر می رسد. گفتم مگر آنچه نه این است نه آن می تواند هم این باشد هم آن؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم به علاوه لذت و رنجی نوعی حرکت نفس است، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اما هم اکنون ما تصدیق کردیم که حالتی که انسان در آن نه رنج احساس کند نه لذت، حالت فراغت یا سکون و جایش میان آن دو احساس است، مگر اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس آیا معقول است که فقدان رنج را لذت و فقدان لذت را رنج بدانیم؟ گفت به هیچ وجه. گفتم پس به ظاهر چنین می نماید که این حالت سکون و قرار در مقام مقایسه با رنج لذت است و در مقام مقایسه با لذت رنج است، اما این حقیقت نیست و چنانچه حقیقت لذت را در نظر گیریم ملاحظه خواهیم کرد که این توهمات واقعیت نداشته و فقط سحر و افسون است. گفت در هر حال نتیجه استدلال ما همین است. گفتم اکنون آن نوع خوشی هایی را که منشأ آن قطع رنج نیست در نظر بگیر. دیگر در این مورد تصور نخواهی کرد که ماهیت لذت قطع رنج است و ماهیت رنج قطع لذت. گفت منظورت کدام مورد و کدام نوع لذت است؟ گفتم بسیاری موارد هست، اما اگر دقت کنی بهترین مثال بوهای خوش است. لذت شامل لذتی است که بی هیچ سابقه رنج وقتتاً با قوتی فوق‌العاده بروز می‌کند و آنگاه هم که رفع شود هیچ رنجی باقی نمی‌گذارد. گفت بسیار درست است. گفتم پس نمی‌توانیم به این نظر تسلیم شویم که لذت خاص عبارت از قطع رنج است و رنج خالص عبارت از قطع لذت؟ گفت نه. گفتم اما با این حال احساساتی که از راه جسم وارد روح می شود و نام لذت بر آن اطلاق می کنند و شاید تعداد و قوت آن نیز نسبت به سایر احساسات بیشتر است، از همین نوع یعنی نتیجه قطع رنج است؟ گفت آری. گفتم انتظار خوشی ها و رنج های آینده نیز که به وسیله پیش بینی حاصل می شود همین حکم را دارد، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم آیا میدانی که این احساسات از چه نوعند و به چه چیز شباهت دارند؟ گفت نه. گفتم آیا تصدیق میکنی که در طبیعت یک بلندی داریم، یک پستی و یک مقام میانه؟ گفت آری. گفتم آنگاه که کسی از پایین به میانه رود، سیر خود را سیر ارتقایی میداند و وقتی به میانه رسد و به مبدا حرکت خود را نظر کند، چنین میپندارد که بلندی رسیده است و انتظاری هم جز این نمیتوان داشت، چون وی بلندی حقیقی را هرگز ندیده است. گفت الحق جز این تصوری نمیتواند کرد. گفتم حال اگر وی به سمت عقب روانه شود، سیر خود را سیر نزولی تلقی خواهد کرد و البته همین طور هم است. گفت آری. گفتم همه این توهمات او ناشی از آن است که حقیقت بلندی و میانی و پستی را نمی داند.
گفت البته. گفتم پس اگر کسانی که حقیقت را نشناختند درباره بسیاری چیزها از جمله درباره لذت و رنج و حد واسطه میان آن دو به خطا تصوراتی کنند جای تعجب نیست. مثلا اینان وقتی گرفتار درد شوند تصورشان درباره احساس درد درست است، زیرا به راستی رنج میکشند، اما آنگاه که از درد آسوده میشوند و به حالت میانه در میآیند جدا چنین میپندارند که منتهای لذت و خوشی رسیدند. یعنی همانطور که کسانی که از شناختن رنگ سفید عاجزند رنگ خاکستری را نقطه مقابل سیاه میدانند، اینها هم فقدان رنج را نقطه مقابل رنج تصور میکنند، زیرا علم درباره لذت ندارند و در این باب به خطا می روند. گفت راستی من از این نکته تعجب نمی کنم، بلکه اگر عکس آن بود موجب تعجب من می شد. گفتم اینک موضوع را از طریق دیگر در نظر بگیر. می توان گفت که گرسنگی و تشنگی و سایر احتیاجات نظیر آن عبارت از یک نوع خلع، یعنی تهی بودن بدن است. آیا این دور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم از همین قرار غفلت و نادانی هم یک نوع خلع، یعنی تهی بودن نفس است. آیا این طور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اما انواع خلع را می توان پر کرد. نوع اول را با خوراک و نوع دوم را با دانش. گفت البته. گفتم آیا پر بودن به معنی واقعی کلمه آن است که محتوای حقیقی یک چیز کم باشد یا زیاد؟ گفت البته باید محتوای حقیقی آن چیز زیاد باشد. گفتم به نظر تو کدام یک از این دو نوع چیزهایی که ذکر می‌کنیم به حقیقت وجود نزدیکتر است؟ نوعی که شامل نان و آب و چاشنی و به طور کلی خوراک است، یا نوعی که شامل حسن قضاوت و علم و ادراک و به طور کلی همه فضائل است؟ بهتر است موضوع را بدین طرز ترک کنیم. چیزی که از وجود لایتغیر و ابدی و حقیقی نصیب داشته باشد، یعنی خود دارای صفات آن وجود یا ناشی از آن باشد، آیا به نظر تو یک چنین چیز حقیقتش بیشتر است یا چیزی که از تغییر و فنا نصیب داشته و خود دارای آن صفات یا ناشی از آن باشد؟ گفت چیزی که از وجود لایتغیر بهره داشته باشد. البته حقیقتش بیشتر است. گفتم چیزی که وابسته وجود لایتغیر باشد آیا نصیبش از وجود بیش از نصیبی است که از علم دارد؟ گفت نه. گفتم آیا نصیبش از وجود بیش از نصیبی است که از حقیقت دارد؟ گفت نه. در اینجا زیر نوشته این عبارت در متن اصلی پیچیده است و مترجمین آن را هر یک به صورتی درآوردند، ولی منظور این است که آنچه وابسته عالم مجردات یعنی وجود لایتغیر باشد به همان اندازه که مظهر وجود صرف است، به همان اندازه مظهر علم و حقیقت هم هست، و هر چیز که نصیبش از حقیقت کم باشد قهرن نصیبش از وجود نیز به همان نسبت کمتر است. ادامه مطلب. گفتم چیزی که نصیبش از حقیقت کم باشد لابد نصیبش از وجود هم کم است. گفت ناچار چنین است. گفتم بنابراین آن نوع چیزهایی که برای تقویت جسم مفیدند نسبت به چیزهایی که برای تقویت روح مفیدند کمتر نصیب از حقیقت و وجود دارند. گفت بسیار کمتر. گفتم جسم هم خود نسبت به روح کمتر نصیب از وجود دارد، آیا چنین نیست؟ گفت چرا. گفتم چیزی که محتوای آن وجود حقیقی باشد و خود نیز از وجود حقیقی بهره داشته باشد در حقیقت پرتر از چیزی است که محتوای آن وجود کم حقیقت باشد و خود نیز کمتر نصیب از حقیقت داشته باشد، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا. گفتم پس اگر لذت در آن است که هر چیز از محتوای متجانس با خود پر شود، در آن صورت چیزی که واقعا محتوای آن وجود حقیقی تری باشد به راستی و درستی لذت حقیقی را درک می کند، و حالان که چیزی که نصیبش از وجود حقیقی کمتر باشد پر بودن آن کمتر حقیقت و واقعیت دارد و لذتی که احساس می کند ثبات و حقیقتش کمتر است. گفت این قهری است. گفتم پس کسانی که از حکمت و فضیلت بی بهره اند و عمر را به عیش و طرب می گذرانند گویی خط سیرشان از میانه تا پستی و از پستی تا میانه است، همه عمر میان آن دو حد در ترددند و قدم از آن فراتر نمی نهند، هرگز چشم به سوی بلندی حقیقی نگشوده و راه صعودی را نپیمودند، هرگز از وجود حقیقی پر نشده و لذت ثابت و پاک را نچشیدند، نظرشان مانند حیوان همیشه به سوی پایین است، همواره سر به زیر افکنده و ناظر سفره خوراکند.
کارشان مانند چارپایان تنپروری و اطفاء شهوت است. در تمتع از این گونه لذایذ با یکدیگر رقابت می کنند، گویی رم می کنند و لگد می اندازند و از شدت حرص و ولع به ضرب شاخ و نعل آهنین یکدیگر را به قف می رسانند و آن از این جهت است که از غذای شایسته بهره نمی گیرند و آن جزء نفس را که وابسته وجود و مستعد جذب غذای حقیقی است سیر نمی کنند. گلاکون گفت: ای سقراط، این سخنان تو در بیان حال اکثر نفوس شبیه کلماتی است که از هاتف غیب شنیده شود. گفتم: بنابراین اینان هیچ لذتی درک نمی توانند کرد مگر آنکه آمیخته به رنج باشد، یعنی لذتی که احساس می کنند فقط سایه و تصویر لذت حقیقی است، شبح و طرحی است که هیچ رنگی به خود نمی گیرد مگر آنگاه که لذت و رنج را پهلو پهلو قرار دهند تا هر یک به کمک دیگری قوت گیرد و این صورت موهوم عشقی جنون آسا در دل مردمان بیخرد ایجاد می کند که به خاطر آن با یکدیگر می جنگند، مانند جنگ تروا که به قول استسی کور نزا بر سر شبح هلن بود. چون آنان که می جنگند از حقیقت وی بیخبر بودند، گفت: قهرن همینطور است که بیان کردی. در اینجا زیر نویس داره: یونانیان افسانه‌ای داشتند به این مضمون که چون استسی کور شاعر در اشعار خود آنچه را که در تروا بر هلن گذشته بود به طرزی موهن یاد کرده بود، خدایان بر او خشم گرفتند و او را کور کردند. اما بعد وی قول خود را تغییر داد و چنین گفت که هلن اساساً هرگز به تروا نرفت بلکه در مصر ماند و آن فقط سایه و شبه او بود که به تروا رفت و مردم بر سر آن با یکدیگر جنگیدند. پس از آنکه شاعر خبط خود را بدین ترتیب جبران کرد، دوباره بینا شد. ادامه مطلب. گفتم: همین حکم درباره نیروی غیرت نیست که جزی از نفس است صدق می کند، یعنی اثر این قوه آن است که انسان عقل و ادراک را زیر پا گذارده و به تحریک حسد که عامل جاه طلبی است و حس تعدی که عامل روح ظالمانه است و غضب که عامل بغض و کینه است، بی رعایت اعتدال در پی کسب افتخار و پیروزی و کینه جویی رود. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا، حکم نیروی غیرت نیز از همین قرار است. گفتم: پس می توانیم با کمال جرأت چنین گوییم که اگر آرزوهای مربوط به جلب نفع و جاه طلبی هم مطیع علم و عقل شوند و فقط خوشی‌هایی را که حکمت تجویز نماید تعقیب کرده از آن بهره‌مند گردند، آنگاه از آنجا که راهنمای آنها حقیقت است، این دو نیروی نفس نیز حقیقی ترین لذتی را که برای آنها قابل حصول است درک خواهند نمود و آن همان لذتی است که متجانس با طبیعت آنها است، زیرا آنچه برای یک چیز نیکو باشد حقیقتا متجانس با طبیعت آن چیز است. گفت: آری، آنچه برای چیزی نیکو باشد حقیقتا متجانس با طبیعت آن چیز است. گفتم: پس هرگاه نفس بالمره و بی هیچ تمردی مطیع جزء حکمت دوست شود، نتیجه این است که هر یک از اجزای نفس همواره حدود و وظایف خود را رعایت نموده و بدین ترتیب عمل به عدل می کنند و آنگاه از بهترین و حقیقی ترین لذایذی که برای آن قابل حصول است بهره مند می گردد. گفت: بیشک همینطور است. گفتم: اما اگر یکی از دو جزء دیگر فایق شود، نتیجه این است که لذت متجانس با خود را درک نخواهد نمود و اجزای دیگر را هم وادار به طلب لذایذی خواهد کرد که موهوم و برای آنها بیگانه است. گفت: همینطور است. گفتم: هر قدر چیزی از حکمت و عقل دورتر باشد، این گونه آثار بیشتر از آن ظاهر می شود. گفت: البته. گفتم: اما هر قدر چیزی از قانون و نظم دورتر باشد، درست به همان اندازه از عقل هم دور است. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا، این واضح است. گفتم: مگر ما تصدیق نکردیم که آرزوهای شهوانی و استبدادی از قانون و نظم بسیار دورند؟ گفت: چرا. گفتم: همچنین تشخیص دادیم که آرزوهای شاهانه و معتدل بدان نزدیکترند؟ گفت: آری. گفتم: بنابراین به عقیده من حاکم مستبد از لذت حقیقی و مخصوص انسان دورتر و پادشاه بدان لذت نزدیکتر است. گفت: قهرن همینطور است. گفتم: پس زندگی حاکم مستعد نامطبوع‌ترین و زندگی پادشاه مطبوع‌ترین زندگی است. گفت: این قابل انکار نیست. گفتم: آیا میدانی که زندگی حاکم مستبد به چه میزان نامطبوع‌تر از زندگی پادشاه است؟ گفت: بگو تا بدانم. گفتم: ظاهراً سه نوع لذت هست، یک نوع اصل و دو نوع موهوم. حاکم مستبد از قانون و عقل گریخته و تا منتهای سرحد لذایذ موهوم می رود و از آن هم تجاوز می کند و آنجا با لذایذی موهن و دون شأن خود مأنوس می شود. تشخیص میزان پستی آن لذایذ نسبت به لذایذ حقیقی کار آسانی نیست، مگر آنکه مطلب را بدین نحو بیان کنیم. گفت: به کدام نحو؟ گفتم: اگر از فرد اولیگارشی صفت
شروع کنیم، فرد مستبد 3 درجه با او فاصله دارد، زیرا فرد دموکرات میان آن دو قرار دارد. گفت آری. گفتم پس اگر آنچه پیش گفتیم درست باشد، لذت موهومی که نصیب فرد مستبد است در مقام مقایسه با لذتی که نصیب فرد اولیگارشی صفت است 3 مرتبه از حقیقت دورتر است. گفت البته. گفتم اگر فرد شاهانه و فرد آریستوکرات را یکی بدانیم، فرد اولیگارشی صفت به نوبه خود نسبت به فرد شاهانه در مرتبه سوم قرار دارد. گفت آری، در مرتبه سوم است. گفتم پس فاصله فرد مستبد را از لذت حقیقی باید 3 بار بدانیم. گفت این واضح است. گفتم بنابراین به نظر من ممکن است امتداد طولی لذت موهومی را که نصیب حاکم مستبد می‌گردد به وسیله رقمی مرکب از 2 بعد بیان نمود. گفت البته. گفتم حال اگر بخواهیم فاصله بین حاکم مستبد و پادشاه را پیدا کنیم، واضح است که باید به عمل جزر و کعب متوسل شویم. گفت آری، برای کسی که علم حساب بداند واضح است. گفتم برعکس، اگر بخواهیم بدانیم که از نظر کیفیت حقیقی لذت فاصله بین پادشاه و حاکم مستبد چیست، آنگاه به وسیله عمل ضرب به این نتیجه می رسیم که پادشاه 729 بار سعادتمندتر و حاکم مستبد درست به همان نسبت تیره‌بخت‌تر است. در اینجا زیر نویس داره. افلاطون خواسته است از یک سلسله عمل ضرب رقم 729 را که جمع شماره روزها و شبهای یک سال است، پرانتز باز 364 1/2 ضرب در 2 پرانتز بسته و نیز عده ماه‌های سالی که پیروان فیثاغورس آن را سال بزرگ می‌نامیدند بیرون آورد. بنابراین فاصله میان حاکم استبدادی و اولیگارشی را به رقم 3 تعبیر نموده و در فاصله میان حاکم اولیگارشی و پادشاه پرانتز باز آن نیز رقم 3 پرانتز بسته ضرب کرده و حاصل ضرب یعنی رقم 9 را اول به قوه 2 پرانتز باز 81 پرانتز بسته و بعد به قوه 3 پرانتز باز 729 پرانتز بسته بالا برده. این را نیز باید در نظر داشت که یونانیان رقم 3 و مجذور آن یعنی 9 را ارقام مقدس و اسرارآمیزی می‌دانستند و غالباً در حساب‌های مرموزی که می‌کردند مانند همین مورد این ارقام را به نحوی دخالت می‌دادند. ادامه مطلب. گفت الحق که فرق بین این دو فرد یعنی عادل و ظالم را از لحاظ خوشی و رنج با رقم شگفت‌آوری بیان نمودی. گفتم تنها شگفت‌آور نیست، بلکه حقیقت دارد و با زندگی انسان هم بی ارتباط نیست، زیرا روز و شب و ماه و سال نیز با آن تطبیق می کند. گفت آری، تطبیق می کند. گفتم حال اگر مرد نیکوکار و عادل از حیث درک لذایذ تا این حد بر مرد بدکار و ظالم برتری داشته باشد، ملاحظه می کنی که برتری وی از حیث شرافت و زیبایی و فضیلت از اندازه خارج است. گفت به راستی از اندازه خارج است. گفتم پس تکلیف این مسئله معلوم شد. اینک که مطلب به اینجا رسید، خوب است به مبدع بحث خود که در تعقیب آن به این مرحله رسیدیم رجوع کنیم. اگر به خاطر داشته باشی کسی چنین گفت که ظلم به حال ظالم مطلق مفید است، به شرط آنکه وی بتواند خود را مشهور به عدل سازد، مگر این طور نبود؟ گفت چرا؟ گفتم اکنون که درباره نتایج ظلم و عدل توافق نمودیم، بیا گوینده آن سخن را به مباحثه بطلبیم. گفت به چه طریق؟ گفتم بیا صورتی از نفس انسان بسازیم تا مدافع ظلم به معنی سخن خود پی برد. گفت چه صورتی؟ گفتم صورتی مانند یکی از هیولاهای عهد قدیم که وصف آن را در افسانه ها آمده است، از قبیل شیمر یا سیلا یا سربر و امثال آنها که چنان که میگویند با هیکل واحد صورتهای متعددی داشتند. در اینجا زیر نویس داره.
شیمر جانوری افسانه‌ای بود که آن را با سر شیر و دم اژدها و تن بزغال مجسم می‌کردند. سیلا نیز موجودی افسانه‌ای بود که سر و سینه‌اش مثل زن بود ولی روی پهلوهایش شش سر سگ داشت. سربر سگی بود دارای سه سر و دم اژدها و از پشت سرش چندین مار به شکل‌های گوناگون بیرون آمده بود. ادامه مطلب. گفت آری، وصف این گونه هیولاها در داستان‌ها آمده است. گفتم پس هیولایی بساز که دارای اشکال و سرهای متعدد باشد، هم سر حیوانات اهلی و هم سر حیوانات وحشی، و این سرها را دور یک دایره قرار بده و کاری کن که آن هیولا بتواند تغییر کرده و به میل خود با هر کدام از آن سرها که بخواهد ظاهر شود. گفت ساختن یک چنین چیز هنرمند ماهر می‌خواهد، اما چون عمل آوردن فکر آسان‌تر از عمل آوردن موم و سایر مصالح است، چیزی را که خواستی در ذهن خود ساختم و اینک حاضر است. گفتم اکنون دو شکل دیگر بساز، یکی شیر و یکی انسان، اما از این سه شکل اولی باید از دو شکل دیگر بزرگتر باشد و دومی از شکل سوم. گفت این آسان‌تر بود و اینک حاضر است. گفتم حال این سه شکل را در یک شکل جمع کن به طوری که همه با هم به صورت واحد درآیند. گفت آنها را به هم پیوستم. گفتم اکنون آنها را از بیرون با صورت واحد، مثلا صورت انسان، بپوشان، چنان که هر کس درون را نبیند و فقط پوشه بیرونی را مشاهده کند، چنین پندارد که این موجودی واحد یعنی یک فرد بشر است. گفت این را هم درست کردم. گفتم اینک میتوانم به سخن آن کس که عمل به ظلم را برای یک چنین موجودی مفید و عمل به عدل را بیفایده میداند جواب گوییم، بدین بیان که اگر سخن وی درست باشد، مصلحت فرد در تقویت و تنومند کردن هیولای صد شکل و شیر و همراهان آن و برعکس ناتوان کردن و گرسنگی دادن انسان است، به طوری که آن دو بتوانند این یک را به هر کجا که خواهند بکشانند. به عبارت دیگر مصلحت فرد در این است که به جای آنکه آن جانوران را با یکدیگر انس و الفت دهد، آنها را به حال خود باقی گذارد تا یکدیگر را بگزند و ببلعند و با هم جنگ کنند. گفت آری، معنی ستودن ظلم درست همین است. گفتم از طرف دیگر کسی که عمل به عدل را مفید می داند، مضمون کلامش این است که کردار و گفتار فرد باید چنان باشد که آن نیروی انسانی که در درون وی وجود دارد بتواند بر مجموع تسلط یابد و نیز بر اوست که هیولای چند سر را تحت مراقبت قرار دهد و رام کند، مانند باغبانی که گیاهای سالم را می پروراند و می رویاند و به گیاهای هرزه مجال روییدن نمی دهد. همچنین وی باید به دستیاری نیروی شیر از همه عناصر یکسان مواظبت کند و چه بین آنها و چه بین آنان و خود الفت برقرار سازد. گفت آری، کسی که عقل را می ستاید مضمون بیانش درست همین است. گفتم پس از هر حیث حق با کسی است که عقل را می ستاید و مدح ظلم خطاست، یعنی هم از نظر لذت هم از نظر کسب شهرت و جلب فایده. کسی که عقل را می ستاید حقیقت را بیان می کند و کسی که عقل را سرزنش می کند سخنش از متانت و معرفت آری است. گفت به عقیده من هم وی از معرفت بی بهره است. گفتم پس بیا بکوشیم تا او را با ملایمت متذکر سازیم، زیرا خبط او عمدی نیست. بیا وی را مخاطب سازیم و از او بپرسیم فرقی که مردم میان شرافت و دناعت قائلند اساسش چیست؟ آیا جز این است که شرافت نیروی بهیمی نفس را مطیع نیروی انسانی، یا بهتر بگویم مطیع نیروی الهی می سازد؟ و حال آنکه دناعت جزء انسانی نفس را محکوم جزء وحشی می کند، آیا وی با این بیان موافقت خواهد کرد یا نه؟ گفت اگر نظر مرا بپذیرید موافقت خواهد کرد. گفتم با این وصف اگر کسی بداند که بدون حق نمیتوان صاحب طلا شد، مگر آنکه انسان جزء شریف نفس را محکوم جزء پلید کند، آیا ممکن است که این عمل را به حال خیش مفید بداند؟ اگر کسی پسر یا دختر خود را به بهای زر بفروشد و تسلیم ارباب ظالم و شریر کند، این معامله او تمام زیان است ولو تنخواهی هنگفت
از این راه به دست آورد. حال اگر شخص جوهر الهی نفس خیش را بیرحمانه محکوم عنصر شیطانی و ناپاک نماید، آیا این منتهای شقاوت نیست؟ آیا نمیتوان گفت که وی به خاطر طلا موجب هلاک نفس خیش گردیده و کارش حتی از کار آریفیل هم ننگین تر است که میگویند به خاطر یک گردنبند شوهر خود را به کشتن داد؟ در اینجا زیر نویس داریم: آمفیراوس یکی از حکام آرگوس بنا بود به جنگی برود. خدایان به او چنین خبر دادند که اگر به آن جنگ برود کشته خواهد شد. بنابراین وی در جایی پنهان شد، اما زنش به خاطر یک گردنبند طلای نهانگاه او را فاش کرد. سپس او را به جنگ فرستاد و سرانجام همانطور که خدایان پیشگویی کرده بودند کشته شد. ادامه: گلاکون گفت: من به جای طرف مکالمه جواب تو را می دهم. آری، این بسی ننگین تر است. گفتم: پس اگر افراط را همواره مذموم دانستند، بدین علت است که هر کس راه افراط بپیماید، افسار آن حیوان وحشتناک و هیولای هزار شکل را بیش از آن که باید رها کرده است. آیا نظر تو غیر از این است؟ گفت: نه، این واضح است. گفتم: همچنین اگر سرسختی و تندخویی را هم مذموم خوانده‌اند، از آن جهت است که این صفات خصلت شیر و مار را تحکیم و تقویت می کند و تعادل را برهم می زند. گفت: آری، به همین جهت است. گفتم: از همین قرار دلیل مذموم بودن تجمل و راحت طلبی هم آن است که این صفات موجب سستی و رخوت همین عنصر می شود و همیت را از آن سلب می نماید. گفت: بیشک چنین است. گفتم: اما علت مذموم بودن چاپلوسی و زبونی چیست؟ آیا جز این است که این نوع پستی نیروی غیرت و همیت را محکوم آن حیوان سرکش می نماید و بر اثر حرص مفرط به کسب مال آن نیرو خار و ذلیل می گردد و از شیر مبدل به میمون می شود؟ گفت: همینطور است. گفتم: بگو ببینم علت این که حرفه پیشوران و کارگران را خار می شمارند چیست؟ آیا غیر از این است که جزء شریف نفس اینان به حکم طبیعت به اندازه ضعیف است که بر دو جزء دیگر، یعنی جانوران درونی، تسلط نمی توانند یافت، بلکه برعکس مطیع آنان می شوند و هم خود را مصروف خدمتگزاری و خوشنود ساختن آنها می کنند؟ گفت: ظاهراً اینطور است. گفتم: حال اگر بخواهیم این افراد را نیز تابع اصولی نظیر آن که بر انسان شریف حکم فرماست بنماییم، باید آنان را وادار کنیم که از هر حیث مطیع انسان شریف شوند، زیرا نیروی الهی بر نفس وی حکومت می کند. اما اینجا برخلاف عقیده تراسیماکوس که می گفت در مورد اتباع اطاعت عبارت از عمل به زیان خیش است، ما چنین عقیده داریم که برای انسان هیچ چیز سودمندتر از آن نیست که بنده نفس ربانی و حکیم شود، خواه مولای وی درون او جای داشته باشد که این البته بهتر است، خواه از بیرون بر او حکم کند، تا بدین طریق نفوس همه تابع اصل واحد گردند و تا حد امکان همه قرین و دوست یکدیگر شوند. گفت: راست است. گفتم: قانون نیست که از همه افراد شهر یکسان حمایت می کند، به طور وضوح هدفش همین است. قیمومت اطفال نیز برای همین منظور است، زیرا ما کودکان را زیر فرمان خود نگاه می داریم تا وقتی که در نفس آنان حکومتی ثابت نظیر حکومت شهر برقرار کنیم، یعنی پس از آن که جزء شریف نفس آنان را به وسیله جزء شریف نفس خیش پرورش دادیم، در درون آنها قیم و سرپرستی نظیر آن که خود داشتیم مستقر می کنیم و آنگاه کودکان را آزاد می گذاریم. گفت: این واضح است. گفتم: پس ای گلاکون، چگونه و به چه دلیل میتوان گفت که ارتکاب ظلم و فسق و فجور به حال شخص مفید است و حال آنکه این اعمال بر رذالت او میافزاید ولو ثروت و قدرت او زیاد کند؟ گفت: به هیچ وجه نمیتوان چنین گفت. گفتم: بالاخره چگونه میتوان گفت که گریز از دستگیری و کیفر به حال شخص جنایتکار سودمند است؟ در حقیقت فرار از مجازات جنایتکار را از آن هم که هست بدتر می کند و حالان که اگر وی دستگیر و مجازات شود، حیوان نفس او آرام و قرار می گیرد، غریزه های انسانی از قید آزاد می شوند و نفس به طور کلی متوجه جزء شریف خود می گردد و با کسب صفات خیشداری و عدل و حکمت خود را به مقامی می رساند که ارجمندتر از مقام جسمی است که کسب قدرت و زیبایی و سلامت نموده باشد. نسبت شرافت این دو مقام همان نسبت شرافت روح است به جسم.
گفت آری درست همینطور است. گفتم پس انسان خردمند در همه عمر رفتار خود را وقف رسیدن به این هدف می نماید. اول علومی را که موجب ارتقای روح بدین مقام توانند شد تجلیل می کند و علوم دیگر را خار می شمارد. گفت البته. گفتم سپس در باب تندرستی و تغذیه جسم همزمام اختیار خود را به دست خواهش‌های حیوانی و نامعقول نخواهد سپرد. غایت مطلوب وی حتی تندرستی هم نخواهد بود. تحصیل قدرت و صحت و زیبایی را هدف خود قرار نخواهد داد، مگر آنکه به وسیله آن صفات صاحب اعتدال تواند شد. و اگر همواره طالب تعادل جسم است، این نیست مگر به خاطر تعادل روح. گفت آری، کسی که حقیقتا صاحب فرهنگ باشد هدفش همین خواهد بود. گفتم از همین قرار وی در کسب ثروت نیز نظم و اعتدال را رعایت خواهد نمود. به آنچه توده مردم موجب سعادت می دانند خیره نخواهد شد و در اندوختن مال تجاوز از حد را روا نخواهد داشت، زیرا این کار مفاسد بی حد به بار می آورد. آیا غیر از این است؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم آری، وی چشم به حکومتی که در درون خود برقرار کرده خواهد دوخت و مراقبت خواهد نمود که مبادا بر اثر افرادها در ثروت و یا فقر اساس آن را مختل سازد و با منتهای قوا کوشش خواهد کرد که در خرج و دخلش تابع این قاعده باشد. گفت البته همینطور است. گفتم افتخارات را نیز از همین نظر تلقی خواهد کرد. آنهایی را که برای تحصیل نفس خیش سودمند بداند با کمال رغبت میپذیرد و از آن بهره‌مند میگردد، اما آنهایی که ممکن است موجب پریشانی روح او شوند چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی عمومی از آنها میگریزد. گفت پس اگر افکار وی از این قرار باشد از اشتغال به سیاست امتناع خواهد کرد. گفتم هاشا، وی در شهری که شایسته او است به کار سیاست خواهد پرداخت، ولی نه در شهری که در آن به دنیا آمده مگر به تأیید قوه آسمانی. گفت فهمیدم، منظور تو از شهر شایسته شهری است که ما طرح کردیم و در فکر خود آن را مجسم نمودیم، زیرا گمان نمی کنم که یک چنین شهری در هیچ نقطه جهان وجود داشته باشد. گفتم شاید نمونه آن در آسمان موجود باشد تا هر کس بخواهد بتواند آن را مشاهده کند و در استقرار حکومت نفس خود از آن سرمشق گیرد. اما اینکه چنین حکومتی وجود خارجی داشته یا در آینده وجود پیدا خواهد کرد و یا نه دارای اهمیت نیست. در هر حال وی تنها از اصول یک چنین حکومت پیروی خواهد کرد ولا غیر. گفت این طبیعی است. صفحه 548 و پایان کتاب نهم.